سلام و درود میگم خدمت همه می دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های خاطرات قتل خوش اومده در این برنامه به راز قتل راننده پیکان و سرنخهای عجیب پرونده میپردازیم پرونده قتلی که در سال 1386 و در آمل اتفاق افتاد خاطر نشان میکنم تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط بازپرسان و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این قتل هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته. پس در ادامه برای بررسی این پرونده با ما همراه باشید. اواخر یکم شهریور یعنی حدود 15 سال قبل گزارش مفقودی مردی میان سال به داره آگاهی رسید. علی یک کشاورز بود که تو ماهای بیکاری با پیکانش مسافرکشی میکرد. اون علاوه بر خانواده خودش، سرپرستی خانواده خواهرش هم که بیوه شده بود بر عهده داشت و گم شدنش تاثیر روانی بدی روی اونا گذاشته بود. با تشکیل پرونده مفقودی، تحقیقات اولیه پرونده شروع شد که منجر به زنجیره‌ای از اتفاقات عجیب شد. تحقیقات اولیه من و همکارام نشون داد که علی در روز گم شدن سر میدون اصری شهر با ماشینش منتظر مسافر بوده. راننده های دیگه شهادت دادن دو مرد جوان به سراغ ما اومدن و برای رفتن به شهر مجاور که فاصله یه ساعتی داشت قیمت گرفتن. ولی چون کنار نیومدیم به سراغ علی رفتن چون اون با مبلغ پیشنهادیشون کنار اومد. راننده ها نتونستن کمکی در تشخیص چهره مردا به ما بکنن. چون ماجرا در شب رخ داده بود و اونا به صورت مسافران چندان دقت نکرده بودند. بررسی های ما از دوربینای راهنمایی رانندگی اما نشون میداد که علی و مسافرا از خروجی شهر خارج شدن ولی هیچ مدرکی که به شهر بعدی رسیده باشن وجود نداشت و حدس ما این بود که از مسیرهای میونبر رفتن. متاسفانه دو روز بعد بود که جنازه ی علی تو جنگلای اطراف شهر پیدا شد. ما بر اساس مشخصات ظاهری و فیزیکی که از خانواده گرفته بودیم اونو شناسایی کردیم چون صورتش چنان متلاشی شده بود که به راحتی قابل تشخیص نبود تو محل رها شدن جنازه رد پای دو مرد کشف شد ولی خبری از چرخ ماشین نبود گزارش پزشکی قانونی می گفت علی از پشت قافلگیر و خفه شده و بعد به اون محل منتقلش کردند. ولی هیچ سرنخی نه از ماشین و نه از اون دو مرد ناشناس وجود نداشت. خانواده مقتول مدام به اونجا سرکشی میکردن. همسر علی و بچه هاش به همراه خواهرش و دختر کوچیکش به اونجا می اومدن بلکه خبری بگیرن. یه بار که همگی به اونجا اومده بودن توضیح دادم بهترین سرنخ ما ماشین و خدا کنه که اوراقش نکرده باشن. ما فلان شماره پلاک ماشین و مشخصاتش و به داره کل آگاهی کشور و از اون طریق به سراسر ایران اعلام کردیم ولی متاسفانه هنوز هیچ خبری به دست ما نرسیده شش ماه به همین منوال گذشت تا یه بار خواهر مقتول و دختر یازده سالش سراسیمه به اداره آگاهی اومدن خواهر مقتول گفت دخترم نرگس فهمیده که ماشین دایش کجاست اول تعجب کردم و فکر کردم شوخی میکنن ولی با این حال از نرگس خواستم توضیح بده ماجرا چیه اون گفت از همون باری که گفتید اگه پلیس سرنخی از ماشین گیر بیاره میتونه قاتلش بگیره هر روز تلتکس تلویزیون رو نگاه کردم از اون پرسیدم واسه چی گفت حرف شما رو به دوستام گفتم و یکی از اونا گفت تو تلتکست شماره پلاک ماشینای مفقودی رو میزنن برای همین شش ماهه که تلتکست رو چک میکنم و همین امروز شماره پلاک داییمو کشف کردم و تو یکی از شهرستانای تهران پیدا شده با این سرنخ بلا فاصله با اداره آگاهی شهرستان مورد نظر تماس گرفتیم و تایید شد که ماشین در یکی از پارکینگ های عمومیه. مشخص شد که عوامل گشت کل اداره آگاهی در گشتنی های تصادفیشون تو پارکینگ برای شناسایی ماشین های سرقتی یا مشکوک گزارش کردند که این ماشین شش ماه اونجا رها شده و بعد از این ماجرا شماره رو در تلتکس تلویزیون اعلام کرده بودند. وقتی از همکارامون پرسیدم چرا شش ماه پیش که شماره یه ماشین رو دادیم تو کشزنی ها متوجه نشدین این خود رو مشکوکه توضیح دادن؟ چون افسر پرونده ما در اون زمان فرد دیگه ای بوده و متاسفانه منتقل شده اما فراموش کرده این موضوع رو گزارش کنه و فرد جدیدم اونو به حساب پرونده های بایگانی گذاشته با دستور غذایی و امراه خانواده مختول و یکی دیگه از همکارام راهی شهر مورد نظر شدیم. رسیده پارکینگ نشون میداد که ماشین درست چند روز بعد از تاریخی که علی به قتل رسیده اونجا پارک شده. یه میله خونی و یه تناب خونی هم تو صندوق عقب ماشین کشف شد. خوشحال از اینکه با جستجوی رد و نشون فردی که اونو پارک کرده به قاتل میرسیم، سراغ نشونی اون رفتیم. ولی پارکینگ دار گفت که نشونی از اون در دست نداره و توضیح داد این ماشین و یه مرد جوان به همراه یه مامور گشتی موتوری راهنمایی رانندگی به اینجا آوردن و قرار شد که صاحب ماشین گواهی نامه بیاره و ماشین رو ببره ولی خبری نشده بود. مامور پارکینگ نمیدونست اون مامور چه کسی بوده و تنها یه نشونی داشت. قد بلند بود و خوشتیپ با یه موتور سنگین. نشونی های مسئول پارکینگ ما را بلا فاصله به مامور گشتی رسوند چون اون در بین همکاراشم هم به همین ویژگی به علاوه وظیفه شناسی زیادش معروف بود. معمور برای ما توضیح داد اون مرد جوون یه چرا قرمز رو رد کرده بود. خواستم متوقف بشه ولی تونتر رفت. برای همین بعد از یه مسیری اونو به زحمت نگه داشتم و خواستم توضیح بده چرا چراغ رو رد کرده و به دستور ایست توجه نشون نداده. اونم گفت من اینجا کارگرم و این ماشین مال سابکارمه و بدون اجازه اونو برداشتم و برای همین ترسیدم و فرار کردم. اون التماس کرد اذیتش نکنم چون به کارش خیلی احتیاج داره. برای همین ماشین رو تو پارکینگ خوابوندم تا با گواهی نامه به داره راهنمایی و رانندگی بیاد و بعد از این کار من تموم شده بود و خبر نداشتم چه اتفاقی افتاده. حس می کردیم دوباره به بنبست خوردیم. هوا سرد بود و در اون روزا که مصادف با ماه رمزون بود کار کند و سخت پیش میرفت. از معمور گشتی خواهش کردم منو به همون چهارراهی ببره که اون مرد رو متوقف کرده بود. تو اداره راهنمایی و رانندگی اجازه بازبینی دوربین داده شد. اما متاسفانه دوربین اون چهار را از مدت ها قبل مشکل داشت و هیچ فیلمی از اون تاریخ در دسترس نبود. دوباره به همونجا برگشتم و مسیر رو تا چهار راه بعدی که معمور راننده رو متوقف کرده بود بررسی کردم. تو یه نقطه متوجه شدم دو تا بانک از چپ و راست از اون مکان فیلم گرفتن. پس به سراغ بانکا رفتیم و تاریخ مورد نظر رو بازبینی کردیم. خوشبختانه این کار جواب داد و بالاخره سرنخ از چهره راننده جوان گیر آوردیم. تصویر به دست اومده رو در تمام اون شهرستان پخش کردیم و خواهش کردیم اگه کسی از نشونی اون اطلاعاتی داره با ما تماس بگیره. سه روز بعد وقتی دیگه داشتیم ناامید می شدیم تلفن آگاهی زنگ خورد. مردی ناشناس گفت اون شخص رو می اون نگهبان یکی از باقای هومه شهر بود. با تحقیقات نامحسوس مطمئن شدیم این مرد جوون همون راننده که دنبالش میگردیم. نیمه شب با دستور غذایی به باغ رفتیم و اونو در حالی که خواب بود قافل گیرش کردیم. اون تو بازجویی های اولیه منکر هر نوع اتهامی شد اما اثر انگشتش روی آلت قطاله و در ماشین کشف شده بود و هیچ راه گریزی نداشت پس به ناچار اعتراف کرد. اون که رسول نام داشت گفت من و دوستم برای سفر تفریحی به اون شهر رفته بودیم ولی اونجا همه پولمون خرد شد و دیگه پولی برای برگشتن نداشتیم. تصمیم گرفتیم به بهونه یه سفر کوتاه راننده رو با خودمون همراه کنیم و در بین راه از اون بخوایم ما رو به تهران برسونه. اما اون وقتی نیت ما رو فهمید عصبانی شد و گفت من مسافرکش بین شهری نیستم. به علاوه با پول مسافرکشی خرج دو خونواده رو میدم و اگه پول نداشته باشید شما رو نمیبرم. ما از اون خواستیم برگردیم به همون جایی که سوارمون کرده بود. وقتی که دور زد توی جای خلوت ماشین رو نگه داشتیم و رو خفش کردیم. بعد از اعترافات رسول هم دستش رو هم دستگیر کردیم و تحویل مقامات قضایی دادیم. رسول و همدستش در دادگاه حکم قصاص گرفتن و کمتر از شش ماه بعد از دستگیریشون به دار مجازات آویخته شدن برای بررسی اسرار قاتل فراری که با عکس عمل خودش پلیس رو شوکه کرد بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم پیروز و شاد باشید